سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه. فرامرز فروزنده هستم و با برنامه دیگری از مجموعه همصدایی به اتفاق همکارانم در بخش فنی تلویزیون اندیشه با شما بینندگان عزیز. زلزله با شدت 5 ریشتر امروز تبریز رو لرزاند و این زلزله در 518 کیلومتری تهران در واقع اتفاق افتاده بود و در فاصله نزدیکی از اهر و ورزقان. بر حال ظاهرا اینها اعلام خطرهای پی در پی است که طبیعت به ما میکنه، اما در طی سالها این اعلام خطرها رو کرده، اما در معماری ایران، در شهرسازی ایران، در روستاسازی ایران هیچ تغییر اساسی رو شما نمی بینید که توجه بکنه به این سوانه طبیعی که ممکنه در کشور ما اتفاق بیفته. به هر حال بسیار باعث تأسف از طرف و از زلزله تبریز. ما گزارشی در مورد تلفات جانی نداریم ولی خسارات مالی وارد کرده. به هر حال این در حالی است که زلزله هم در ایران یک امر سیاسی شده. امروز یکی از دو گفتگویی که در این برنامه انجام خواهم داد با آقای دکتر جلال ایجادی است و درباره زلزله و اصولا سوانح طبیعی با ایشون صحبت خواهم کرد و اگر فرصتی بشه سری هم به مسائل سوریه خواهیم زد. اما اجازه بدید قبل از اون، برای اینکه فضای برنامه رو با زلزله شروع نکنیم، یعنی شروع کردیم ولی زلزله وار ادامه ندیم، به یک قطعه زیبای موسیقی از سالار عقیلی گوش کنیم، برمیگردیم و نگاه میکنیم به این اتهامی که سران جمهوری اسلامی به دنبال افتضاح انتشار اخبار زلزله انجام دادند و ببینیم که اینها چگونه حتی مسئله زلزله رو مسئله سیاسی میکنند و نشان میدن که سیستم جمهوری اسلامی تا چه حد ضعیف و درمانده و در آستانه فروپاشی است. اجازه بفرمایید که با هم به سالار عقیلی گوش کنیم، برگردیم به سراغ کیهان شریعت مدر. شادم از میشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی ما، بود بحر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زد بر دامان. پس از لحظه این چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان. موسیقی
کشور سبز و گل، با شور و شف نغمه کن ساز، قلب ما بود مملو از شادی بی‌پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. خب اجازه بدید که قبل از اینکه برگردم به باز هم ماجرای زلزله و نشون بدیم که واقعا در جریان عمل تا چه حد اینها یک فاجعه طبیعی رو سیاسی میکنند و به نحو مضحکی هم این کار رو میکنند، به دو تا در واقع حلم مبارز طلبیدن از سوی اسرائیل و از سوی ایران با هم توجه کنید. آقای خامنه ای در سخنرانی که کردند گفتند که به هر حال غصب سرزمین اسلامی فلسطین و اسکان صهیونیست‌ها در این سرزمین مبنای مهندسی معیوب خاورمیانه و ریشه مشکلات دهه‌های اخیر ملت‌های این منطقه است و به دنبال اون رهبر انقلاب اسلامی تأکید کرده است که همچنان که ستاره صبح امید یک بار در پیروزی انقلاب اسلامی، یک بار در حماسه دفاع مقدس و یک بار در بازگشت آزادگان درخشید، به یاری حق شفق امید در مسئله فلسطین نیز خواهد درخشید و این سرزمین اسلامی قطعاً به ملت فلسطین باز خواهد گشت و زائدی دروغین و جعلی صهیونیستی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد. خب معنیش اینه که بیچاره آقای احمدی نژاد در واقع امربر آقای خامنه ایست در این مورد و محو کردن اسرائیل امری نیست که احمدی نژاد مبدع اون و واضح اون باشه و بخواد اعتبارش رو در بین امت اسلام بگیره، بلکه آقای خامنه ای حتی در این مرحله اسفباری که ایران قرار داره کماکان مدعی گرفتن این اعتبار هستن، حتی این رو هم نمیخواهند برای نوچه‌شون یعنی آقای احمدی نژاد نوچه سابقشون البته قرار بدن و بگذارن. اما این یک ماجرا طرف ماجراست. از طرف دیگه ما اگر به این قضیه نگاه کنیم میبینیم که وزیر دفاع شهروندی اسرائیل اعلام کرده که اسرائیل آماده جنگ است، اما این کار باید با هماهنگی آمریکا انجام بشه و ایشون اعلام کرده است که ما ظرف یک ماه کار ایران رو به پایان خواهیم برد. ارتش اسرائیل این هم جنگ رو با حمله گسترده سایبری به زیر ساختای ایران آغاز میکنه و با بارانی از موشک‌های بالستیک بر تأسیسات هسته‌ای این کشور این جنگ رو پی میگیره. مراکز کنترل و فرماندهی، مراکز تحقیق و توسعه هسته‌ای و منظر افراد اصلی وابسته به برنامه هسته ایران نیز در فهرست این حملات قرار داره و تنها پس از انجام این مراحل هواپیماهای باسرنشین وارد هوای ایران خواهند شد، آسمان ایران، تا مراکز معدودی رو که نیاز به حملات بیشتری دارند معدوم بکنند. این آقا وزیر دفاع شهروندی اسرائیل پیش بینی میکنه که در ایران در اسرائیل حدود 500 نفر کشته خواهند شد. میبینید هر دو طرف به نحوی حلم مبارز طلبی میکنن و برای هم رجز میخونن. امیدوارم این فقط واقعا رجزخانی باشه و دو ملت اسرائیل و ایران دستخوش جنون و دیوانگی رهبران هر دو کشور که به نظر من به یک اندازه مجنون و نابخرد هستند در هدایت منطقه به سوی جنگ واقعا جون سالم به در ببرن. اما خبر دیگر این است که بیش از 60 زندانی سیاسی به مناسبت عید فطر
آزاد شدند و از زندان بیرون آمدند. در بین اسامی آزاد شدگان می شود به تعدادی اشاره کرد که از این 60 نفر عبارتند از خانم نازنین خسروانی، حمزه کرمی، فرشاد قربانپور، رحمان بوزری، علی ملیحی، قاسم شعله سعدی و اشرف علی خانی. در مجازات 9 تن هم تخفیف داده شده. بنابراین 90 نفر از این 60 نفر در یعنی در واقع 120 زندانی مشمول عفو آقای خامنه‌ای شدند که از این 90 نفر از این 120 نفر 90 نفرشون در زندان به سر می بردند و از این 90 نفر 60 نفر از زندان خلاصی پیدا کردند. این در حالی است که عده‌ای از فعالان کارگری دیروز در تهران به دلیل فعالیت‌هایی که کردند بازداشت شدند. اما اجازه بدید بریم به پوشش مطبوعاتی روزنامه‌های جمهوری اسلامی. روزنامه آقای خامنه‌ای که تشریف بردن به مناطق زلزله زده، ببینیم تا چه حد این بازدید جنبه بازی سیاسی و آب ریخته رو به جوی برگردوندن داره. در واقع آب روی ریخته رو دوباره میخوان جمعش بکنن. بعید میدونم. اجازه بدید که من برای شما کیهان رو بیارم روی لپتاپ. دوستان من اگه ممکنه این لپتاپ منو نشون بدید. ببینید الان من بایگانی روزنامه این کیهان رو در سال 1391 مقابلم دارم و شما این فلش من میبینید حرکت میکنه. حالا میام تو ماه مرداد. در روز شنبه 21 مرداد زلزله اتفاق افتاده. اجازه بدید صفحه اول کیهان رو در روز شنبه براتون باز بکنم. بسیار خوب، شما می‌بینید هیچ نشانه از زلزله نیست. مهمترین خبر، ایران با دیپلماسی تاثیرگذار میتواند بحران سوریه رو حل بکنه، که خب طبیعیه برای اینکه زلزله ساعت 5 بعد از ظهر اتفاق افتاده. اگر ساعت 5 یا 6 بعد از ظهر اتفاق افتاده، روزنامه رو معمولا ساعت 11 تا 12 شب می‌بندن و اگر خبر مهمی باشه حتی با تاخیر این رو می‌بندن. ببینیم آیا در روز یکشنبه 22 ماه مرداد روزنامه کیهان، روزنامه امام خامنه ای خبری رو در این باره منعکس میکنه یا نه. اجازه بدید باز کنم براتون. بله، ملازم فرمایید. ناام کردن سوریه، مرزهای سوریه، سناریوی جدید غرب علیه مقاومت هست و ما این رو میبینیم. شما چه کنم که بزرگتر بشه که دوستان من در راه نه. بله مرسی، متشکرم. راهنمایی کرد که سفر رو بزرگتر بکنم. ناام کردن مرزهای سوریه، سناریوی جدید غرب علیه مقاومت. میبینید هیچ جای این بخش صفحه اول نشانه از خبر زلزله وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی خبر زلزله از خبر، فرض کنید که ببینیم اینجا چیه، نشست تهران آغاز یک راه، یا 11 سال ناکامی در افغانستان، یا پیشنهاد آل خلیفه برای گفتگوی ملی فریبکارانه است کم اهمیت تر بوده. شما هیچ جا نمیبینید. این یک شنبه 22 مرداده، یعنی زمان این روزنامه به دست مردم رسیده که حدوداً میشود گفت یه چیزی حدود 20 ساعت از زلزله گذشته بوده. حالا میرسیم به روز دوشنبه. ببینیم آیا در دوشنبه خبری هست از پخش خبر زلزله یا نه. ملاحظه فرمایید این روز دوشنبه است. در اینجا خبر مربوط به زلزله آمده، اما باز هندسه سیاسی اجتماعی جهان به نفع اسلام در حال تغییر است. خبر مهمتره، خبر بالاتر خبر زلزله است. با حروف ریزتر آخرین خبرها از تلفات و خسارات زمین لرزه اهر و برزغان. کی دوستان و بینندگان عزیز؟ دوشنبه 23 مرداد 1391. حالا اجازه بدید به جالبترین قسمت این شو بریم. تاریخ یادتون نره. دوشنبه 23 مرداد 1391. بذارید بریم یه روز دیگر هم با هم نگاه کنیم. روز سه‌شنبه 24 روم. منظورم کنی روز 23 خبر رو دادن، روز سه‌شنبه 24 روم پایان عملیات نجات بازسازی مناطق زلزله زده آغاز شد. کاش میتونستم اینو درشتر کنم. پایان عملیات نجات بازسازی مناطق زلزله زده آغاز شد.
اون وقت چجوری خبر اعلام شده؟ با حضور مسئولان بلند پایه در اهر و ورزقان، با حضور بله متشکرم آریا جان. ملازم فرمایید که خبر 24 ساعت بعد با حضور این واقعا به یه جوک بیشتر شبیه. بینندگان عزیز برگردیم تو استودیو و با شما باشیم. ملازم فرمایید این رو نه من ضد حکومت جمهوری اسلامی گفتم، نه هیچ رسانه دیگری، نه هیچ خبرگزاری صهیونیستی گفته، ضد صهیونیستی گفته، هیچ جا. این کار خودتونه. 48 ساعت دیرتر خبر رو به مردم اعلام میکنید و به فاصله 24 ساعت در حضور مقامات بلند پایه عملیات نجات تمام شده اعلام میشه و بازسازی مناطق زلزله زده آغاز میشه. اصلا این خنده‌دار نیست؟ در کجای دنیا در یک همچین فاصله زمانی کوتاهی اصولا توانستن یک زلزله رو مهار بکنن و تمام بکنن و برسن به اون مرحله که عملیات بازسازی رو آغاز بکنن؟ این فقط از معجزات حکومت اسلامی است که مثل بختک بر سر کشور ما افتاده. هیچ منطقی در این استدلال ها نیست، در این نوع برخوردا نیست. مردم بی خانمان، مردم بی در به در، مردم هستی از کف داده وقتی این خبرها رو میبینن، وقتی این نحوه برخورد شما رو میبینن، آخه کجا براشون میتونه کوچکترین جای امید و دلخوشی رو داشته باشه؟ خب بینندگان عزیز اجازه فرمایید که بریم سراغ یک هنرمند، هنرمندی که در این زمینه یک ویدیو کلیپ بسیار زیبایی رو تهیه کرده و کارهای جالبی در این موارد میکنه. اتفاقا در مورد همین مسئله زلزله هم و شفاف سازی مسئله زلزله هم کلیپ زیبایی رو تهیه کرده که در این مورد در این موقع برای شما اون رو پخش میکنم، از آقای علیرضا رضایی. با هم نگاه میکنیم. افرادی که مصیبت میبینن یا امتحانی پیش میاد، اینها عبرت هستن برای بقیه. ما با صدقه و با کارهای خیر این بلاها رو بیشتر دفع بکنیم و اینا امتحانهای الهیه. در واقع خداوند متعال یه چند جور امتحان دارن. یه سری امتحانها کتبیه، یه سری شفاهی. حالا میگن کتبیه ها رو ایشون اسکناس قبول میکنن، شفاهی ها رو سکن بدی. در صورت ظاهرا این امتحانهای دانشگاه آزاد مایه بدی حله. این امتحانایی که ایشون میکنن، فقط مشکلی که امتحانایی ایشون داره اینه که شما تشریف میبری امتحان میدی، ایشون نتیجه رو مینویسه به حساب یکی دیگه، میگه تو داری امتحان میشی که بقیه عبرت بگیرن. انگار بری مثلا مثلثات امتحان بدی بعد نمرهشو بنویسن تو کارنامه یکی دیگه، خدای دیگه این شکلی امتحاناش. باز ما حالا تازه شانس آوردیم که اینا میگن امتحان و اینا و صدقه میدادی حل میشد. ما شانس آوردیم، نگفتم به خاطر زنا و ممه و چون ده اینجور جریانات ناجوره. تو بعضی وقتا هم یهویی خدا امتحان نمیگیری دیگه، همینجوری حفظی یهو مثلا این او ژاپن یا همچی کارهایی هم میکنه خدا من منطقه برای عبرت بقیه. یا مثلثات میره میشه 20 میریسه تو کارنامه بقیه، خداست دیگه باحال. عزیزانی که بستگانشون در این حادثه صدماتی دیدن به امید کمک دولت و دیگران نباشن. بلکه هم روایت داریم که حضرت یه روز رد می شدن، خب ایشون هر جایی که رد می شدن یه آویز هم داشتن دیگه با ایشون این برابر می رفتن. نقله که این در کتاب وزین لوازم و تحریر، علاوه بر این در کتاب وزینتر انبار الوسایل هم این روایت آمده و دیدن که یه جایی زلزله اومده و همچی که 4-5 هزار نفری کوچولو یه خسارتی بود که خداوند امتحان می خواست بکنه کشته شدن. حضرت گفت ای داد بیداد، که اینجا حالت دست حضرت هم تو روایت هست، ای داد بیداد، و بلا فاصله برداشت یک نامه نوشت برای رئیس جمهور سیرالئون که ننش مرده بود و درگذشت نابجا و نابهنگام ننه ایشون رو تسلیت گفت واقعا از ته دل، که اونجا صحابه و داشتن اون عده که آویز بودن کف کردن، گفتن که
از حضرت سوال کردن که شما چجوری شد ننه یارو چه رفت اینا مردن؟ گفت اینا نباید به امید کمک دولت باشن که اون موقع دولت تعیین میکردن دیگه بازم و اینها، ولی تهش معلوم شد روایت خالی بندی بود، واسه این که اولا اصلا نه حضرت سواد داشت که بخواد نامه بنویسه، همون دوروبریایی که آویز بودن به ایشون هم اگه سواد داشتن که خب به این آویز نمیشدن، اصلا اونجا چی کار میکردن؟ اینا به زندگیشون بودن. زلزله ها واقعا یک یاداوری هم باید باشه برای زلزله بزرگ قیامت. این زلزله ها تمام شدنیه، این زلزله ها که اینا که حالا تمام میشین اصلا اهمیتی نداره، اینا رو خداوند از این برای امتحان میگیره که بنویسه پای حساب یکی دیگه. اون زلزله اصلیه رو ما باید ببینیم خداوند متعال چن حساب میکنه، چون این زلزله کوچیکا رو که دیگه گفتم بالاخره صدقه بدین حل میشه. تهش هم یه نامه واسه ننه رئیس جمهور سیرالئون برای همدردی. اون زلزله اصلیه رو باید ببینیم خداوند متعال. حالا باز روایت زیاد داریم، میگن که مسلمین و مسلمات و نامسلمونا حتی بهتره که در اینجور موارد مایه بذارن رو همدیگه دنگی. حتی روایت هست که یه بار از خداوند متعال پرسیدن که شما اون زلزله اصلیه رو چکی چند حساب میکنه، که خداوند متعال چون این اصطلاحات از ته قلعه حسن خان اون طرفا در میاد و خداوند متعال زیاد آشنایی نداشتن، خیال کرد میگه چکی چند حساب میکنین، که گفت چک اگه مال ایران باشه عمرن قبول کنیم. یه کار دیگه فرض بفهمید خداوند متعال چک و برداشته برده در باجه، میگن یارو مایه رو زده رفته کانادا. خب یه لحظه خود رو بذار جای خدا، زلزله به این گندگی به این مهمی چک گرفته کوتاه اومده، حالا بیا درست کن که اینجوری. ولی در مجموع مادر اون رئیس جمهور سیرالئون رو تسلیت. برای قطعه زیبایی بود علیرضا رضایی، هنرمند خوش‌ذوق و طناز فوق‌العاده است. اجازه بدید به پیام‌های بازرگانی تلویزیون توجه کنیم، برگردیم و بعد از پیام‌های بازرگانی با آقای دکتر جلال ایجادی استاد دانشگاه پاریس در زمینه زلزله به عنوان یک سانحه طبیعی گفتگویی داشته باشیم. بنیاد فرهنگی مهرگان سندیگو تشکیل دهمین سمینار سالیانه خود را با رایزنی و سرپرستی محمد امینی در روزهای جمعه 31 آگوست، شنبه اول، یک شنبه دوم و دوشنبه سوم سپتامبر 2012 در هتل مجلل منچستر هایت سندیگو برگزار می نماید. موضوع سمینار تنگناها و چالش‌های مدرنیته در ایران. سخنرانان، شرکت کنندگان در میزگردها: محمد عرسی، احمد اشرف، صدرالدین الهی، الهه امانی، محمد امینی، اردشیر بابکنیا، جاله پیرنظر، رضا باوفا، نیره توحیدی، پرویز دستمالچی، شیرین دخت دقیقیان، اردوان روزبه، مجید روشنگر، ماندانا زندیان، رضا گوهرزاد، بهرام مشیری و حمید میرزا آقاسی و با شرکت هنرمندانی چون هوشمند عقیلی، علی فخرالدین و خواننده سورپرایز. لطفاً جهت رزرو هتل و ثبت نام در سمینار با تلفن‌های 858 673 7000 و 858 342 99 91 تماس حاصل فرمایید. به امید دیدار بنیاد فرهنگی مهرگان سندیگو، عضو 08 ایرانی. دروازه های با عظمت چین بار دیگر گشوده می شود و سفرهای به یاد ماندنی تور امیری بهتر از همیشه به چین هر ماه آغاز می شود. تلفن های آژانس امیری 310-475-88-65 و 818-758-26-26. آژانس امیری تو من با تو هستم با باهای ارزون.
بینندگان ارجمند، اجازه فرمایید همونطور که خدمتون قبلا عرض کردم در این دقایق در رابطه با زلزله و احتمالا مسائل سوریه گفتگویی دارم با مهمان این روز خودم که چند هفته ای افتخار صحبت با ایشون رو دارم، آقای دکتر جلال ایجادی از پاریس. آقای دکتر ایجادی سلام. سلام بر شما دوست عزیز و همینطور سلام بر همه بینندگان تلویزیون اندیشه. بفرمایید، در خدمت. من کمی سرما خوردم بنابراین صدام ضعیف هستش، ولی که نگران نباشید. نه، امیدوارم که هر چه زودتر سلامتتون رو پیدا بکنید و چیزهای بسیار خوبی در این جهان هست که شما میتونید میل بکنید به جای سرماخوردگی. درسته. جناب دکتر ایجادی، میخواستم در مورد زلزله با هم صحبت کنیم. به هر حال یه سری سوانه و حوادث طبیعی هستند که هنوز برای بشر کاملا قابل کنترل و قابل پیشبینی نیست. زلزله هم ظاهرا یکی از اون هاست. کشور ما هم متاسفانه مثل اینکه روی این خط زلزله بسیاری از شهرها و نقاطش قرار داره. ممکنه در این رابطه توضیحاتی بفرمایید؟ در قسمت اولی که شما برنامه‌ریزی کردید، پخش کردید، واقعا هم جای تأسف بسیار هست و هم جای نگرانی که ما در کشوری زندگی میکنیم، مردمان ما در کشوری تحت سیادت یک حکومت دینی که سرشار از بلاهت و نادانی است، در دنیایی که این همه دانش پیشرفت کرده، این همه تشکیلات، سازمانها، نهادهای گوناگون در ارتباط با مسائل طبیعی کار میکنند، تحقیق میکنند، متاسفانه ما با یک چنین توضیحاتی مواجه هستیم. و من باز نگاه میکردم و میدیدم که از جمله یکی از آیت الله های رژیم گفته بود که همونطور که شما هم در حرفتون این مسئله آمده بود که در واقع زلزله نشان آمدن امام زمان هستش، و کسی دیگه گفته بود که مسئله زلزله رو باید افراد تحقیق بکنن، چه بسا این ناشی از وجود زنان بی‌حجاب باشه. و واقعا جای تأسف هستش که یک چنین افراد بیخردی در کشور ما حاکم هستند که به جای در واقع تحقیق و اندیشه، جز خرافات و ندانستنها کار دیگه رو نمیتونن بکنن. و به هر حال در ارتباط با صحبتی که شما کردید، ببینید یه واقعیتی هستش که متخصصین زمینشناسی در غرب و در جاهای دیگه، حتی در ایران هم، به این امر در واقع آگاه هستن که کشور ما در یک ناحیه قرار گرفته، در یک میدانی قرار گرفته که میدان زلزله خیز است. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه در واقع در بین دو بلوک قرار داره، یک بلوک از جانب ناحیه جنوبی که بلوکی هستش که بهش میگیم در واقع شبه جزیره عربستان، و یک ناحیه یا بلوکی از شمال که برمیگرده به مجموعی سلسله کوههای قفقاز، و این دو بخش همچنان فشار میارن در میانه این دو بخش. در واقع سرزمین ایران قرار گرفته، بخشی از ترکیه قرار گرفته و همچنین بخشی از پاکستان قرار گرفته. برابر این مجموعه ایران زمین زیر حرکت این فشارهای داخل زمین در حال تکستش، و بنابراین این انرژی که به لحاظ این حرکاتی که در داخل زمین صورت میگیره، به نحوی از آنها در روزی روزگاری خودشو باید به بیرون بازتاب بده، و بازتاب این میتونه گاه به شکل در واقع آتش فشان باشه، ولی ویژگی و خود ویژگی که این منطقه داره در ارتباط با زلزله ها هستش. و بنابراین خطی که کل کشور ما رو در بر گرفته، همه سرزمین ما در واقع در این میدان زلزله خیز هست. و اگر خاطرتون باشه در حدود 10 ساله اخیر وقتی که ما نگاه بکنیم به مجموعه زلزله هایی که در روی داده، از بین مجموعه این زلزله ها حدود 10 زلزله مهمترین زلزله بودن، و در بین این 10 زلزله که علی‌القاعده در 10 کشور باید اتفاق بیفته، 2 تاش در چین بوده،
دو تاش در ایران بوده، یعنی از روی مجموعی حدود 200 کشوری که در جهان هستش، در ایران ما دو بار این زلزله در گذشته اخیر که آخریش بگیم زلزله بمبود روی داده. و بنابراین این نشان دهنده این هستش که زمین ایران یک زمین در واقع زلزله خیز هستش و این امر پیچیده‌ای نیست. تمام دانش ابتدایی بشری در این زمینه، مراکز دانشگاهی، نهادهای دانش در ایران و در سطح جهان می‌دانند که ایران یک شرایط در واقع پر ارتعاش و پر زلزله داره، ولی متاسفانه به جای اینکه نسبت به این امر توجه بشه و کسانی که مدیریت کشور را در دستور دارن بتونن با درایت و با عقلانیت کارها را انجام بدن، از سرمایه گذاری گرفته، از پیش پای لازم گرفته و غیر و غیره، عملا هیچ گونه از این کارها را انجام نمیدن. به علاوه همطور که میدانیم بخشی این میدان زلزله خیز رو هم اختصاص دادن به سرزمین ها و یا مراکز اتمی ایران و بنابراین متاسفانه این زلزله هایی که اتفاق میفته در درجه اول تلفات انسانی هستش که در زلزله بم 26,000 نفر از فرزندان کشور ما نابود شدن، در کنارش در واقع خسارات شهری و در روستاهای مختلف روی داد و همچنین ارگ بم به طور کلی داغون شد و به خاطر بی‌همتی های این حاکمین که علارغم توافق یونسکو میتونستن به دنبال دو سال این مجموعه خراب شده رو مجددا بازسازی بکنن، کماکان بازسازی نشده هستش و به این ترتیب هستش که امروز هم با توجه به اون نکاتی که شما در بحثتون مطرح کردید میبینیم که چگونه این رژیم با شگرت ها و با شیادی ها و با عوام فریبی ها سعی کرد که اخبار رو پخش نکنه. بحث بر سر این نیستش که ما بر مجموعی عواملی که ناشی از طبیعت هستش، یعنی حوادث ناگوار در واقع غلبه داشته باشیم. حوادث طبیعی دو بخش هستن، یک بخش حوادثی که نمیشه برایشون تسلط داشت مانند زلزله، ولی میشه اینها رو از پیش تا حدودی ارزیابی کرد. دو به اصطلاح حوادثی هستن ناگوار که اینها میتونن به لحاظ اقدامات بشری محدودتر بشن، مثلا ازدیاد گرمای زمین، ولی در ارتباط با بخش اول متاسفانه اون حد اقلی کاری که باید صورت میگرفت در ارتباط با این سانحه طبیعی ناگوار از طرف رژیم انجام نشد و مردم نمیدونستن در چه لحظه‌ای گرفتار این زلزله و نتیجتاً با تلفاتی که تا به حال حد دقیق نیستش، حالا گفتن حدود 300 تا و حتما بیشتر از این خواهد بود، ولی ده ها روستایی که داغون شد و نابود شد و به خصوص خساراتی که بر مجموعی خانواده های این منطقه کشور ما وارد آمده. آقای دکتر ایجادی، این سوانح مختلف طبیعی مثل زلزله، مثل سیل، رعد و برق، طوفان، گردباد، اینا صاعقه، اینها امروز علم در جهت پیش بینی از اینها تا چه حد جلو رفته و تا چه حد امکان داره که ما نزدیک بشیم به دورانی که بشود سوانحی مثل زلزله رو نگاه کرد باهاش؟ میبینیم ما در ژاپن یه دفعه یک سونامی میاد و خب ژاپن کشور پیشرفته است، اونجور به خاک و خون در واقع کشیده میشه. تا چه حد میشه واقعا دولت رو در زمینه عدم پیشبینی مقصر دونست؟ نسبت غفلت دولت ایران نسبت به سایر دولت‌های پیشرفته دنیا در این زمینه بر اساس معیارهای علمی تا چه حده؟ ببینید، در این زمینه اتفاقا علم بسیار پیشرفت کرده، حتی در ارتباط با مسئله سونامی که در ژاپن روی داد، یکی از علت‌هاش فقدان سرمایه‌گذاری‌های لازم نسبت در میان آب‌های گسترده و وسیع هستش که زمانی که این حرکت در شرف شکل‌گیری هستش رو اینو بلافاصله در واقع کسبش بکنه، جذبش بکنه، ضبطش بکنه و انتقال داده بشه. و یکی از به هر حال مسائلی که در این زمینه مطرح شد، درسته که برای کسانی که در درون خود ژاپن بودن این به عنوان یک امر
یه غیر منتظره در واقع جلوه کرد، ولی در این حال اگر سرمایه گذاری لازم بشه به شکل گسترده تر فراتر از اون کشور در واقع حرکت بشه، تا یه حدود میشه اون حوادث طبیعی رو که به لحاظ حرکت هایی که در دل آب، در دل زمین ها و در اعماق زمین صورت میگیره، این رو میشه میتونن توضیح بدن، یا میتونن تا یه حدودی، البته نمیتونیم به صد درصد بگیریم، ولی تا یه حدودی میتونن این رو تشخیص بدن در ارتباط با زلزله هایی که در فرانسه هستش. اینها بارها اینو تونستن تشخیص بدن از قبل از اینکه این روی بده در واقع مراکز متخصص، مراکز در واقع پژوهشی اینو کم و بیش میتونن تشخیص بدن. البته مواردی هستش که بازی حرکت عوامل طبیعی طوری میتونه باشه که حساب در واقع افراد انسانی رو یه مقدار به هم بزنه، ولی آنچه که در ارتباط با ایران هستش به بخش وسیعی از آنچه که مربوطی به زلزله در ایران میشه کاملا میشه این توانایی رو داره که به اصطلاح علوم جهانی که در سطح جهان هستش، من بارها با نظریات افراد متخصصی که در خود فرانسه منتشر کردن در ارتباط با ایران، در این که ایران سرزمین زلزله خیزی هستش، من اینو خوندم متای مراتب، این رو از نزدیک باید اندازه گیری کرد، از نزدیک باید تحقیق کرد، حرکت زمین رو نگاه کرد. مسئله مهمی هستش که ما در ارتباط با چنین حوادثی نمیتونیم از وقوع مجموعه این کشوواکش هایی که در دل زمین میگذره جلوگیری بکنیم، ولی به لحاظ میزان اخبار، میزان پژوهش ها و میزان در واقع اندازه گیری هایی که میشه انجام داد، میشه این خود رو آماده کرد. یعنی اینها میتونه منجر بشه به اقدامات پیشگیرایانه. یعنی چی؟ یعنی که در زمینه این که شما در چه مناطقی باید مثلا ساختمان سازی بکنید، سیستم ساختمان سازی رو به چه ترتیبی باید انجام بدید. به فرض به عنوان نمونه میگیم الان شما با این میزان قدرتی که این زلزله اخیر داشت، این زلزله با 6 خورده ای نباید یک به اصطلاح ساختمان ها رو داغون بکنه، نباید منجر به تلفات جانی بشه، این میزان باید فراتر از این به 8 درجه برسه که به یک چنین واقعی در واقع منجر بشه. چرا؟ به خاطر اینکه سیستم ساختمان سازی به هیچ وجه مناسب نیست. یعنی در اون مناطق زلزله خیز هستش پیها و بنیادهای ساختمان رو بر پایه مواد، بر پایه در واقع مناسباتی قرار میدن که نوعی انعطاف داره و واکنشایی که ناشی از زلزله هستش با بازی این انعطافی که وجود داره این حرکت رو اثرش در میکنه، در حالتی که این مواردی که در کشور ما هستش چون نسبت به این هم توجه نیست، به ناگزیر یک زلزله کوچک میاد با اون خشت و گل و آجری که هستش و بدون بنیادهای قوی اینها رو با خود یکسان میکنه. و یا شما نگاه دیگه ای بکنید، امروز شما چه تضمینی میدید که در تهران ما با این جمعیت 12 میلیونی خودش، با این همه ساختمان های بزرگ، از یک قدرتی برخوردار باشه که با یک زلزله با درجه، حالا این 6 بود، حالا بگیم 7 یا 8، این در واقع به چنین وضعیت دلخراش منجر بشه. نگرانی به شدت وجود داره و این نگرانی در واقع کاملا میتونه مشروع باشه. به خاطر این هستش که مجموع ساختمان هایی که در ایران صورت میگیره تا اونجا که من اطلاع دارم متناسب با نیز به صلاح این مجموعه امکانات جدید و تکنولوژی جدید صورت نمیگیره و به همین خاطر هستش که این سوس بنیادی یک شهر بزرگ مانند تهران رو میتونه به سرعت در مقابل یک واقعه نامطلوب و ناگواری مانند زلزله کاملا خلع سلاح بکنه. بنابراین در واقع علوم، مراکز دانشگاهی، مراکز جهانی این امکان رو در دستور ما قرار میدن، به ما میدن که ما بتونیم پیشگیری بکنیم، ساختمانسازی هر دنبیل انجام نگیره، شهرسازی هر دنبیل صورت نگیره. منتهای مراتب زمانی که شما با گروهی مواجه باشین که اینها فقط حرفشون، کلامشون، منافعشون بلافاصله منافع روزمرهشون هستش و حاکمیت استبدادیشون، به تبع این مسائل نمیتونن توجه داشته باشن. اینها جانب شهرخرها را خواهند گرفت و نه جانب در واقع شهروندانی که حق دارن در یک شرایط
با ایمنی کامل بتونن زندگی بکنن. آقای دکتر ایجادی، پیشبینی نه تنها برای تهران بسیار دهشتناکه و این پیشبینی چندین دهه است که انجام شده و چندین دهه است که موزل تهران نه تنها باز نشده و آسانتر نشده، بلکه پیچیده تر شده. اوج این پیچیدگی در واقع دوران آقای کرباسی است که شهردار تهران شد و بردسازی بیرویه در شهر تهران رونق بسزایی گرفت. امروز شما نگاه میکنید برج‌های بلندی در نقاطی است که اصلا در یک شهرسازی درست به اونها اجازه نمیدن و واقعا پیش بینی میشه. من در برنامه قبلی خودم هم اشاره کردم طبق بعضی از پیش بینی های قابل اتکا این زلزله اگر در ایران در تهران اتفاق بیفته در جا حدود 2 میلیون نفر رو در شب اگر اتفاق بیفته خواهد کشت و حدود 500,000 نفر هم در کوشش برای فرار از زلزله پیش بینی میشه که جان خودشون رو از دست بدن. البته به نظر من این پیش بینی و این اونچه که ابراز میکنن بسیار خوشبینانه است. اگر کسی با بافت شهری تهران آشنا باشه میدونه که در بعضی از نقاط اصلا امکان رهایی جان یک انسان و نجات جان یک انسان هم وجود نداره. اما این باز در تنها در تهران نیست، در تمامی شهرهای بزرگ ایران برای اون دست از شهرهایی که روی خط زلزله قرار دارن این خطر وجود داره و به نظر نمیرسه تا زمانی که انواع حجت الاسلام هایی که در این برنامه نشون داده شدن حضور دارن، اصولا این دولت هیئتی، دولت مسجدی اصلا در پی این بره که اقدامات پیشگیرانه بخواد بکنه برای جلوگیری از وقوع زلزله. نظر شما رو بخواستم. بله کاملا صحیح. متاسفانه این حکومت حکومتی هستش که فقط اتکایش به زور و چماق هستش برای خفه کردن مردم و جلو گرفتن از کارشناسی های لازم در امور اقتصادی، در امور اجتماعی و در این حال اینها به هیچ وجه کوتاه نیامدن در حمایت، به اصطلاح اگر خاطرتون باشه چندین بار تکرار کردن که آقای احمدی نژاد رفت در آمریکای جنوبی با دوستش آقای دیکتاتور شاوز برای کمک کردن برای جهت ساختمان سازی در ونزوئلا بهشون کمک مالی رسوند و یا از خاطرمون نرفته که همین آقای احمدی نژاد و امام این حکومت آقای خامنه ای بارها حمایت کردن از خانه سازی برای حزب الله لبنان در لبنان و جنوب لبنان و در واقع ثروت های مملکت ما به باد میره، ثروت های مملکت ما به چپاول میره. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه اینها بتونن در واقع دارای یک سلسله همیاری های سیاسی و تبلیغاتی باشن. و امروز واقعیت این هستش که در سرتاسر جامعه ایران ما با چنین به صلاح خطری مواجه هستیم. طبعا این نقطه‌ای هستش آنچه که در زلزله اخیر صورت گرفت که در یک منطقه‌ای هستش که کاملا در واقع تمرکز وجود نداره، یعنی آنچه که بود در واقع کاملا با خاک یکسان شد و اگر شما همین حالت ها رو در جاهای مختلف به اصطلاح ایران در نظر بگیرید، در بم چه شد؟ به همین ترتیب. در زلزله های گذشته چه شد؟ به همین ترتیب. یعنی آن نقطه ای که زلزله اتفاق افتاد در واقع نتیجهش یکسان شدن با خاک بوده و واقعیت هم این هستش که ما الان یک نگرانی دیگه رو باید پیدست خاطرمون باشه. این حدود 10 به اصطلاح مرکز اتمی که ایران داره و از جمله به اصطلاح مرکز اتمی بوشهر، اینها هم خود نه تنها در همین میدان در واقع زلزله خیز قرار دارن و من توجه میکردم خود نقطه در واقع نیروگاه به اصطلاح بوشهر دقیقاً یکی از نقاط پرحادثه هستش که از نظر پتانسیلش بالاترین حد هستش. یعنی اینکه بنابراین
اگر اتفاق بیفته در این نقاط زلزله اتفاق بیفته یعنی چی؟ یعنی نه تنها علاوه بر خرابی هایی که میتونه در اون محل ایجاد بشه، بلکه به خصوص این نتیجهش نتیجه در واقع گسترش مجموعی فعل و انفعالات ناشی از اتم هستش، اورانیوم هستش، و این نه تنها در داخل ایران بلکه همچنین در ارتباط با همسایه های جنوبی ایران در جنوب خلیج فارس هم تاثیر داره. در چندین بار این همسایه‌های عربی در جنوب خلیج فارس این اعتراض رو کردن، به این خاطر استش که ما با یه واقعی مواجه هستیم که این واقعی چیه؟ این واقعی نامیمون وجود این حکومت هستش. مجموعی امکانات، مجموعی ثروت‌های ایران برباد میره، در جهت استبداد به کار میره، و از سوی دیگه مردم ایران از امکانات لازمه برای شهرسازی خواهید دید. شما در همین مورد، یک مورد کوچک هم خواهید دید، همونطور که در ارتباط با زلزله بند روی داد، یک بخش مهمی از به اصطلاح امکانات مالی که صورت گرفت به بم، چه در داخل چه از خارج، اومد کسانی که هدایت میکردن، کسانی که مدیریت میکردن، این بخش از پولها رو دزدیدن. این کسانی که دزدیدن از افرادی بودن که مر سپاه پاسداران و جزء هیئت حاکمه ایران بودن، و به همین خاطر هستش که در واقع نتونستن هیچ گونه کار آبادانی در این نقطه صورت بدن، و به همین خاطر هستش که در ارتباط با ارگلم در 10 سال از این قضیه هیچ کاری در واقع جدی صورت نگرفته. و در این زمینه هم کاری که اینها انجام خواهد داد مجددا به یک سلسله تبلیغات خواهد بود. متاسفانه مردم ما بازنده هستند در این زلزله و زلزله های ناگوار دیگه، به خاطر اینکه یک دولتی بر سر کار هست، یک هیئت حاکمه بر سر کار هستش که خود این هیئت حاکمه همچون زلزله‌ای هستش که جان و مال مردم ما رو پیوسته و پیوسته به تاراج میبره. جناب ایجادی، اجازه بدید در این قسمت یک دو سوال از حضورتون داشته باشم درباره حوادث سوریه. آقای احمدی نژاد رفته بود که بتونه کاری بکنه، البته تلاش مذبوحانه‌ای رو انجام بده برای اینکه عضویت سوریه در اتحادیه کشورهای اسلامی یا کنفرانس اسلامی به حالت تعلیق در نیاد، ولی درآمد. و اما ظاهرا سوریه داستان به این سادگی رو به پایان نمیره و کشاکش قدرت‌های بزرگ بر سر هدف‌هایی که تعقیب می‌کنند کاملاً جدی است و توافق‌های نهایی هنوز حاصل نشده. ممکن در این رابطه توضیح بفرمایید؟ من فکر می‌کنم که واقعیت همین است که سوریه در نقطه بدون بازگشت قرار گرفته، یعنی رژیم سوریه. بله. دوران اولیه باز کردن درهای مذاکره، کوتاه آمدنها از جانب دنیای غرب سپری شد. ما در نقطه‌ای رسیدیم که هم در مناسبات بین‌المللی هم در مناسبات درونی شرایطی به وجود آمده که بن‌بست کامل هستش. یعنی یک، در ارتباط با داخل وقتی که یک رژیمی با این به اصطلاح درجه از وحشیگری مردم خودش رو بمباران میکنه، شهرها و روستاها رو بمباران میکنه، یک جنگ داخلی عظیم هستش و این رژیم برای بقای خودش هیچ راه دیگه ای رو دیگه نمیتونه ببینه جز نابود کردن آنچه که در مقابلش هستش. بنابراین تمام پلهای ارتباطی رو این رژیم خراب کرده. از سوی دیگه در سطح بین‌المللی جز ایران، روسیه و چین، مجموعی کشورها، اکثریت کشورهای جهان الان مخالف دولت سوریه هستند، مخالف رژیم اسد هستند. و دنیای غرب امروز درسته که سعی میکنه که تا حد میسر مداخله نظامی بلافاصله نکنه، ولی امروز ما مواجه هستیم که از ایجاد در واقع مراکز به اصطلاح درمانی در کشورهای اطراف با دادن یک سلسله اسلحه، با دادن امکانات پوششی از نظر به اصطلاح خبری از جانب فرانسه، از جانب آمریکا، از جانب عربستان سعودی، تمام این نگاه ها به سمت این هستش که دولت بشار اسد در واقع بیفته. و افتادن اون دلایل گوناگون البته داره، هم دلایلی هستش که برمیگرده به این که این رژیم دیگه نمیتونه
پایدار باقی بمونه، این سست باید از بین بره. دولت‌های کشورهای عربی خواهان این هستند که این رژیم از بین بره، به خاطر اینکه این رژیم نماینده و متحد رژیم ایران هستش و عربستان سعودی رژیم ایران رو در برابر خودش می‌بینه و بنابراین تضعیف و نابودی رژیم اسد منجر به تضعیف دولت ایران میشه. و امروز دولت فرانسه و دولت آمریکا هم در ارتباط با اینکه اسد باید بره به شکل قطعیت این بحث رو مطرح میکنن. منتهای مراتب اون طرف قضیه روسیه، به خصوص روسیه در واقع مسئلهش چیه؟ مسئلهش اینکه قراردادهای مهم اقتصادی و به خصوص نظامی داره، یک پایگاه نظامی داره در پختوس، در به اصطلاح بخش غربی سوریه و از دیرباز این مناسبات رو داشته و از سوی دیگه به عقب رفتن در واقع بشار اسد منجر به این میشه که یک پایگاه مهم طرفدار روسیه در این منطقه کم بشه. به این خاطر هستش که مقاومت میکنه. من فکر میکنم که علارغم مخالفت‌های این جناح و از جمله ایران، شبیه آنچه که ما در لیبی مواجه بودیم، این چنین شرایط به اون سمت در واقع شکل میگیره و به این خاطر هستش که جناحی که امروز بر سر کار هستش درونش بیش از پیش تأثیر شده از نظر روحی، اینا دیگه نمیتونن مقاومت بکنه، از نظر سیستم و هرم تشکیلاتی ارتششون بیش از پیش در واقع داغون شده هستن، از نظر سیستم دولتی در هم ریخته هستش و بنابراین تمام قدرت نظامی خودش به کار میبره. ولیکن این به لحاظ تناقضاتی که در درون خودش داره، یادمون باشه جناح اسد نماینده از نظر بسر به هر حال یک واقعیتی هستش که این کشور از نظر مذهبی حدود 80%شون سنی هستن و کشورهای عربی رو این امر بسیار پافشاری میکنن و اسد در واقع نماینده 10% که علوی ها باشن هستن و 10% هم در واقع کیا هستن؟ مسیحی ها هستن که گویی که به هر حال مسیحا تا یه حدودی جانبداری از اسد میکردن به خاطر اینکه نگران این هستن که مبادا گرایشات به اصطلاح بنیادگرای اسلامیستی در این کشور به وجود بیان. ولی که امروز به هر حال اون موجی که برخواسته موج اکثریتی هستش که دولت اسد رو با خود خواهد برد و دولت ایران در واقع تلاشی کرد که یه مقدار از افراد خودش رو از اون کشور خارج بکنه ببره در لبنان. من فکر می‌کنم بوی این رو حتما شنیده که علارغم تمام نیرویی که گذاشت برای حفظ قطعی دولت اسد، تا یه حدودی نگران این هستش که به هر حال این رژیم میافته و بنابراین رژیم اسد به نظر من قطعی خواهد بود افتادنش. ولی که اینکه به هر حال چه آلترناتیوی در مقابل این سبز خواهد شد و بالا خواهد آمد، این برمیگرده به تناسب قوایی که در درون این اپوزیسیون خواهد. نتایج سقوط اسد از نظر شما برای ایران چیه؟ نتایج سقوط اسد به نظر من یکی از میدونید ما واقعیت این هستش که رژیم ایران در منطقه اتکای خودش رو میذاره روی دو نیرو، یک نیروی حزب الله در لبنان به عنوان یک به اصطلاح بازوی نظامی و مسلح و فشار در این منطقه در برخوردش به اسرائیل، و نیروی دوم نیروی دولتی اسد بودش. امروز اول یادمون باشه مجموعی عمده امکانات نظامی که در واقع به حزب الله لبنان میرسید از طریق سوریه وارد لبنان میشد و به دست حزب الله میرسید. بنابراین فروریزی به اصطلاح اسد منجر به این خواهد شد که بخواهیم یا نخواهیم موضع جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف خواهد شد. البته رژیم جمهوری اسلامی میتونه فعالیت خودش رو تشدید بکنه برای حاد کردن یک سلسله جریانات تروریستی موافق خودش در کشورهای گوناگون، از عربستان شما بگیرید تا بحرین بگیرید و یا در خود عراق بگیرید یا خود در سوریه بگیرید، و این واقعیتی هستش که حرکت خودش رو میتونه فعال بکنه. ولی از زمانی که یک نیروی دولتی در واقع فرو میفته، بنابراین رژیم ایران به لحاظ خاص خودش برای اعمال هژمونی خودش و اونم به اعتبار یک اینکه بتونه
به پرونده اتمی خودش ادامه بده، به مسئله سلاح اتمی برسه، از یک سو از سوی دیگه بتونه نیروهای مخربی در منطقه داشته باشه که در این تعرض منطقیش ازشون استفاده ببره، حداقل در این حرکت بیرونیش و تناسب قوای بیرونیش با فرو ریختن این نه تنها دولت ایران بلکه همچنین دولت حزب الله حتما تضعیف خواهد شد و همچنین جناح‌های بنیادگرای فلسطینی هم اونها هم به همین ترتیب تضعیف خواهند شد و بنابراین من فکر می‌کنم که یک برگ مهمی برای دیپلماسی غرب خواهد بود که افتادن دولت سوریه یک فشار برجسته‌ای باشه به روی دولت ایران، آنچنان که این طرف و اون طرف هم شما می‌شنوید میگن بعد از سوریه نوبت ایران. البته من فکر نمی‌کنم که بلافاصله مسئله‌ش این باشه که مداخله بکنن در ایران، ولی به هر حال هشدار بسیار بسیار قوی هستش که دولت ایران می‌بینید رفیق شما، دولت همراه شما افتاد. بنابراین در برابر قرب و در ارتباط با پروژه‌های اتمی خودتون باید در واقع کاملا تجدید نظر بکنید، چه بسا دورنمایی که می‌تونه برای این دولت متصور بشه هم دورنمایی مانند اسد باشه. جناب دکتر ایجادی بسیار سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه، برایتون ساعت خوبی را آرزو میکنم. متشکرم. مرسی. بینندگان عزیز به پیام‌های بازرگانی تلویزیون توجه فرمایید. برمیگردیم. گفتگویی دارم با خانم اوفلیا پرویزاد، ناشر نشریه وزین پژواک، نشریه این که این روزها با خطر تعطیل مواجه شده، نشریه وزینی که سالها منتشر میشد. چرا این سرنوشت دردناک در انتظار نشریات ایرانی است، از جمله نشریه پژواک؟ با هم به پیام ها نگاه میکنیم، برمیگردیم و در خدمت شما و خانم اوفلیا پرویزاد خواهیم بود. TC Inc. با افتخار تقدیم می کند شنبه 25 آگست بعد از مدت ها انتظار، جاودان صدای عشق، معین درد و بلا قصه ها بجونم، نظر بیشتر از این چشم را بمونم، معین تمام قصه هامو از تو داره، بهتری خاطری هامو از تو داره. در نوکیا تیتر شنبه 25 آگست. تلفن اطلاعات 818-905-77-74. شنبه 25 آگست. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و سایت تیکت مستر. ارائه از احمد مسعود. Memory of a new beginning. The memory of joy's homecoming. The memory of a life of togetherness. The memory of leaving home behind. Memory of the first morsel. That's why we cultivate every grain with special care. Daawat Basmati. Not just a meal, it's a memory. Glendale Kia is California's number one volume Kia dealer in combined sales for the past 10 years. Glendale Kia has over 500 pre-owned vehicles, and each new Kia comes with a 10-year, 100,000-mile warranty. We offer easy finance at Glendale Kia and have been at the same location for over 25 years. The all-new Kia Optima Hybrid with class-leading MPG and class-leading horsepower. So click, call, or come by today. بینندگان عزیز، همونطور که مطلع هستید، گرفتن اقامت آمریکا هر روز داره مشکل تر میشه. با توجه به اقتصاد جهانی، دولت آمریکا با قانونی به نام EB-5 موافقت کرده که با گذاشتن $500,000 سرمایه در این کشور و تولید شغل برای شهروندان این کشور، شما بتونید گرین کارت آمریکا رو دارا بشید. به همین خاطر با من با شماره 818-806-0000 تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتر رو تقدیم حضورتون کنم. در ضمن اگر هنرمند، ورزشکار و یا نخبه هستید هم میتونید در رابطه با EB-1 با من تماس بگیرید.
مسافران عزیز، تلفن دستی یا موبایل خود را در هر کجای دنیا می توانید استفاده کنید. هنگام مسافرت به هر کجای دنیا از هر کشور به کشور دیگری با عزیزانتان بدون پرداخت رومینگ چارج و به صورت رایگان صحبت کنید. با بهره گیری از سیستم تلکام هاست شما می توانید هر آنچه که می خواهید تلفن دریافت کرده و حتی وایس میل رایگان داشته باشید. تمامی پیغام های شما توسط سیستم تلکام هاست در زمان مسافرت به ایمیل شما فرستاده خواهد شد. 1-800-818-7000 و برای تماس از خارج از آمریکا با 1-310-289-9000. بختیاریات گروپ به مدیریت عسکر بختیاری با افتخار به اطلاع هموطنان میرساند که در 7 مرکز معتبر فروش اتومبیل همراه با همکاران فارسی زبان در خدمت شماست تا شما را در خرید اتومبیل های نو و دست دوم یاری دهد. هانتینگتون فورد، بیچ بولوار، پوینت هیلز، میتسوبیشی، پوینت هیلز، آنهایم میتسوبیشی، آنهایم، کپیتال میتسوبیشی، سان هوزه، منلو مزدا، ردوود سیتی، ستیونز کریک سوبرو، سان هوزه و پوینت هیلز سوبرو. ضمناً نگران کردیت خود نباشید، چون ما میتوانیم به شما کمک کنیم. در فروش هیچ کس قادر به شکستن قیمتهای ما نیست. در روی سایت www.bakhtiariatogroup.com بیشتر با ما آشنا خواهید شد. bakhtiariatogroup.com. ارجمند، همونطور که خدمتون عرض کردم، در این دقایق مهمان ارجمند من یک فعال فرهنگی است، در واقع نه یک بیزنس وومن یا یک خانم تاجر پیشه، چرا که امروز میبینیم که نتیجه فعالیت هایی که میخواهد کار بازرگانی رو همراه با کار فرهنگی انجام بده و جلو ببره تا چه حد به خطر میافته. مجموعه عوامل هست، یکی از اون عوامل هم بیتوجهی بسیاری از صاحبان آگهی و پیشه هست به فعالیت‌های فرهنگی. در شمال کالیفرنیا، در شهر پرجمعیت سن هوزه که جمعیت اون از سان فرانسیسکو هم بیشتر هست و پایتخت کامپیوتر جهان به شمار میاد و سیلیکون ولی رو داره، سیلیکون ولی در تاریخ جدید دنیا یک فصل به خصوص خودش رو داره و ایرانیان زیادی در این منطقه زندگی میکنند که همه صاحب تحصیلات عالی هستند. همه نه، ببخشید، بسیاری از اونها دارای صاحبان تحصیلات عالی هستند و بالاتر از اون در مشاغل فوق العاده حرفه‌ای و تخصصی حضور دارند و وضعشون بد نیست. یک نشریه فرهنگی نشریه منتشر میشه، نشریه‌ای که در روزهای اول انتشارش کاملا بازرگانی بود و فرمت دیگری داشت، اسمش هم بود چهارشنبه بازار، اما مدت کوتاهی نکشید که این نشریه نامش به پژواک تغییر داده شد و شکل بسیار وزینی پیدا کرد به مرور زمان و به صورت یک نشریه وزین که عده‌ای از نویسندگان و اهل ادب و فرهنگ با اون همکاری میکردند در آمد. این نشریه امروز میره که به هر حال با خطر تعطیل مواجه باشه. چرا و چگونه باید پای صحبت اوفلیا پرویزاد ناشر این نشریه باشیم؟ ولی قبل از اینکه پای صحبت خانم اوفلیا پرویزاد بنشینیم، باید او رو بشناسیم. بهترین وسیله شناسایی قدردانی است که شورای شهر سن هوزه از این بانوی ایرانی به عمل میاره در یکی از نوروزهای ایرانی. اجازه بدید با هم بریم به شورای شهر سن هوزه، ببینیم اوفلیا پرویزاد رو چگونه میشناسند و او در آنجا چه میگه. برگردیم به استودیو و با اوفلیا پرویزاد و بحرانی که نشریهش با اون مواجه هست آشناتر بشه. موسیقی.
Thingamay Reed. Good afternoon. I'd like to first of all thank the Iranian community publication Provoke of Persia and members of the Iranian American community for joining us today and recognizing and celebrating the Iranian New Year. As a city, we are fortunate to have such a diverse population of residents with many different traditions and celebrations, all of which make our city very unique and provide us with an appreciation and understanding of our neighbors and their cultures. The Iranian New Year, Khandar Rouj, meaning New Day, is celebrated on the first day of spring by people from Iran and many parts of Asia. On the very last day of the New Year celebration, known as Sadar Badar, the Iranian people show their appreciation for nature by leaving their homes to spend time outdoors with their family. Ophelia Parivzad, publisher and owner of Pavad of Persia, is here today to accept the proclamation. Serving the Persian community for over 20 years with over 100,000 readers, Pavad of Persia is the longest running print publication serving the Iranian community in the Bay Area and is considered one of the most popular Iranian-American publications in the United States. Today we are proud and honored to proclaim March 20, 2011 as Iranian New Year, and I would like Mayor Chuck Reed to present the proclamation to Ophelia and have her say a few words. Thank you. Thank you. I must say that I am greatly thrilled for receiving this award. The fact that this award is presented to me by Ms. Madison Wayne during her term as the Vice Mayor of San Jose is an added honor. I have read your biography and I'm very proud of you for all the contribution which you have done for the city of San Jose. I also would like to thank Mayor Chuck Reed and all the council members, in particular Councilwoman Nancy Pyle and Rose Herrera, for recognizing Iranian New Year Nowruz for the past 2 years, and also for recognizing the publication Peshwak of Persia. I would like to thank you for supporting Peshwak and trusting our professional qualities. Your support means a lot to me. It is the recognition of a hard work during more than 20 years. The publication Peshwak, which means echo in the Persian language, was founded by the current editor Shahboz Tahiri in 1991. Peshwak of Persia provides Iranian Americans with vital link to their language and culture through reviews and discussion of Iranian literature, sports and films, as well as current events coverage of Iran and the rest of the world. After almost 20 years of publishing Peshwak of Persia, we will continue to provide our readership with a means of staying in touch with their Iranian identity while living in the United States, as well as staying up to date with issues that affect our community and the world we live in. For the Iranian, this is a great time of the year. We just celebrated our New Year Nowruz. Iranian considers this the biggest celebration of the year. Nowruz in word means one new day. It is the new day that starts the year. It is the beginning of spring. It is a great honor for all the Iranians living in the United States and most of all in the Bay Area to know that the city of San Jose has recognized Nowruz. In conclusion, and going back to Peshwak of Persia, it has been a lot of fun to work in this field, and it has been very rewarding for me to be part of this publication and be able to contribute to the community and to meet so many interesting people. Now, with your permission, I would like to dedicate this award to the Green Movement in Iran and to all the freedom fighters all over the world. I am Ophelia Parivzad, the CEO and the publisher of Peshwak of Persia, and I thank you very much. بله بینندگان عزیز، در این دقایق گفتگو دارم با خانم اوفلیا پرویزاد، ناشر نشریه پژواک. خانم پرویزاد سلام. شما و بینندگان عزیزتون واقعا عشق من توی چشم. چرا خانم، من کاری نکردم شما گریه کنید. از همین شروع برنامه من تصویر خانم پرویزاد رو ندارم. اتاق فرمان
بعد چرا گریه میکنید خانم؟ من آقای فروزنده یاد اون موقع افتادم، واقعا موقع خیلی خیلی مهمی برام بود. از شما متشکر هستم که این وقت رو به من دادین که بیام در برنامه شما شرکت بکنم تا بتونیم یه صحبت کوچیکی داشته باشیم در مورد ماهنامه پژواک و اینکه واقعا چی داره بهش میگذره. چند ساله خانم شما با پژواک هستید؟ من در سال 1995 به استخدام شرکت پژواک در اومدم به عنوان مدیر و مسئول قسمت تبلیغات. اینجا همکاری کردم تا سال اواخر سال 2005 که در اون موقع بود که ماهنامه پژواک، تقویم و یلوپج ایرانیان شمال کالیفرنیا رو به طور کامل از آقای شهباز طاهری که مدیر سابق اینجا بودن خریدم و از اون موقع به الان که حدود 7 سال میشه دارم این بار سنگین رو به دوش خودم میکشم تا بتونم که یک نشریه خوب و کاملی رو به جامعه ایرانی ارائه بدم که بتونن اقلن در یک کشور غریبی که هستن این ایرانی بودن خودشونو، زبان خودشونو بتونن که لمس بکنن. متاسفانه فرمان خواهش میکنم صفحه اول نشریه رو به جای عکس من بذارید روی صفحه تا بینندگان عزیز ببینن. عکس من خیلی لازم نیست ولی عکس صفحه اول نشریه رو میتونید بذارید یا خود من بله گذاشتم. بگذارید ببینید این نمیدونم کدامی شمارش هست. مرداد 1391 هست، جولای 2012 افزایش ذخایر شناور نفت ایران به امید دور زدن تحریم ها. ایران میتوانیم پایگاه های آمریکایی را در منطقه تخریب کنیم. دیوان عالی آمریکا لایحه اصلاح نظام بیمه را تایید کرد. بزرگترین نفتکش جهان وارد خلیج فارس شد. ایران به پایین ترین حد تولید نفت رسید. این یکی از این آخرین شماره نشریه است، درسته خانم؟ این آخرین شماره نشریه هست که من آنلاین گذاشتمش برای نشریه آگوست. متاسفانه هم به دلیل این تغییراتی که داره انجام میشه و هم به دلیل یه مقدار مریضی که من دارم عقب افتاد، ولی روش داریم کار میکنیم و انشالله تا یه 2-3 روز دیگه میره و از ماه آینده دیگه ما سعیمون بر این هستش که مثل 22-23 سال گذشته اینو به موقع آنلاین بذاریم برای مردم، چون حدود وبمستر ما میگه که ما در ماه حدود 90 هزار تا هیت داریم برای این ماهنامه و نمیخوام که خوانندگانمون به قول خارجی ها دیساپوینتد بشن از اینکه ماهنامه نباشه روی آنلاین. ولی به صورت کاغذی دیگه نشریه در نمیاد، نیست اینطور؟ فعلا از نظر اینکه بخوام چاپش بکنم توقف کردم، به خاطر اینکه با مشکلات بسیار بسیار بد مالی مواجه شدم. البته خب زمانی که من این ماهنامه رو، این نشریه رو خریدم، خب خودم کاملا میدونستم که این نشریه برای من پولی نخواهد ساخت. من به عنوان یک بیزینس به این نشریه نگاه نکردم، ولی تمام امید من به این بود که اقلن این نشریه بتونه مخارج ماهیانه خودشو در بیاره و چون این نشریه به طور رایگان به دست مردم میرسه، بنابراین تمام مخارج این ماهنامه و این یلو پیج از طریق بیزینسمن ها هستن، از کسانی که صاحب بیزینس هستن در میادش. ولی خب متاسفانه تمام این سالها کم لطفی کردن. میتونم بهتون بگم حدود 70% از کسانی که آگهی گذاشتن کم لطفی کردن، پولاشون رو ندادن و بقیه کسانی که بیزینس دارن و خب وضع مالیشون هم بد نیست، خوبه، متاسفانه اون حمایتی رو نکردن که بیان آگهی بذارن که من بتونم که از طریق آگهی هایی که میذارن مخارج این ماهنامه رو در بیارم. بنابراین برای سالیان سال من این مخارج رو شخصا خودم پرداخت کردم و نمیخواستم که وقعی بیفته در چاپ این ماهنامه و میدونستم که خواننده بسیار زیاد داره بیرون، چون من تلفن زیاد گرفتم و میگیرم، ایمیل، نامه، فکس،
که واقعا خیلی ماهنامه رو دوست دارن و هر ماهه چشم به انتظار هستن برای این ماهنامه. ولی خب متاسفانه دیگه بعد از این سالها به جایی رسیدم که دیدم داره زندگی خصوصیمو واقعا از بین میبره، چون به خاطر عشقم به ایران و عشقم به هموطنام دیگه هر کاری که از دستم برمیامد کردم تا بتونم این مخارج رو در بیارم، ولی دیگه به یک جایی رسیدم که متاسفانه برام مقدور نیستش. در حال چرا نمیپردازن خانم؟ مگه شما آگهی رو بدون توافق و اطلاعشون چاپ میکنید که خودشون رو مسئول به پرداخت نمیدونن؟ نه خیر، من با تمام کسانی که کار میکنم، کسانی که جدید هستن من همیشه قرارداد دارم، مشتریایی که قدیمی هستن 10 سال 15 ساله ما دیگه با هم صحبت میکنیم، اعتماد داریم به هم دیگه که بخوایم این کار رو انجام بدیم. ولی خب اکثر مشتری‌ها دیر پرداخت میکنن. دیر که میگم یعنی 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه نیستش، یه دفعه میبینین که انقدر من هی این وایس میفرستم، صورت حساب میفرستم میبینین 1 سال دیگه مثلا از پولشون یه چک $50 اومدش. یه سری از مشتری‌های دیگه خب بخت میخرن، میگن که نمیتونن الان بدن، میخوان که من صبر بکنم. و خب به هر حال منم دلم نمیخواد که ناراحت بشن، دلم میخواد آگهیشون باشه، آگهیشون رو میذارم. و یه سری هم هستن که اصلا نمیدن. من یک مثالی برای شما بزنم که این مثال شاید برای دیگران به اون صورت مهم نباشه، ولی برای من خیلی خیلی واقعا قلبم شکست. آقای دکتری هستن که یک عده کوچولویی دارن در یلو پیج پیجواک برای حدود 10 سال. قیمت این عد هستش $180 سالیانه. ایشون الان حدود 10 سال هستش که هر سال $100 بابت این میدن. من آخرین یلو پیجی که در آوردم $10 به صورت حساب ایشون اضافه کردم، یعنی به جای $100 شد $110 در سال. صورت حساب رو براشون فرستادم، ایشون 2-3 ماه بعد صورت حساب رو با یک چک به من برگردوندن. روی اون $110 رو خط زده بودن، زده بودن $100 و یه چک $100 دادن. مسئله اصلا اون $10 که در سال بود نیست که اضافه کردم، مسئله این هستش که قلبم شکست، چون فکر کردم انقدر کاری که من انجام میدم ارزش نداره که ایشون یا امثال ایشون خودشون بیان بگن که بابا همه چی بالا رفته، مخارج بالا رفته، اجاره بالا رفته، پول کاغذ بالا رفته، پست بالا رفته، بذار ما اضافه بکنیم. فقط و فقط به خاطر حمایت از یک کار فرهنگی اجتماعی، یک سرویسی که به این جامعه داده میشه بدون هیچ گونه چشم داشتی. ولی متاسفانه ایشون این کارو کردن، واقعا من افسرده شدم. یعنی با خودم فکر کردم که من چیکار دارم میکنم. شما باور نمی‌کنین من شب‌هایی بوده، یعنی روزهایی بوده که صبح نشستم کار کردم، خدای من شاهده شب شده، ماهو دیدم که اومده، دوباره صبح شده، خورشید اومده، دوباره شب شده. یعنی من 72 ساعت بدون اینکه بخوابم فقط نشستم کار کردم. چرا؟ چون می‌خواستم به موقع ماهنامه‌ام بیرون بیاد که مردم به موقع اینو داشته باشن. یعنی تمام زندگیمو از دست دادم فقط و فقط به خاطر عشقم به این ایران. من در این حال شنیدم شما از یک بیماری سخت هم رنج میبرید، درسته؟ من 17 سال پیش با مریضی مولتیپل اسکلروسیس مواجه شدم. MS بله. که البته خب چون خیلی خیلی خودمو انسان مثبتی میدونم و خیلی آدم امیدواری هستم به زندگی، احساس میکنم که تونستم از این طریق این مریضی رو تا یه حدی تحت کنترل داشته باشم. ولی خب متاسفانه در عرض 5-6 ماه گذشته به خاطر تمام این مسائلی که اتفاق افتاد و من واقعا دیدم که خب حساب پسندازی رو که ما جمع کرده بودیم همه رو من از دست دادم بابت این بیزینس. یعنی واقعا به یه جایی رسید که دیگه هیچ کاری نمیتونستم بکنم و هرچی هم تلفن میزدم به مشتری ها که بابا خواهش میکنم این پولاتون رو بدین که من بتونم چاپ بکنم، و متاسفانه هیچ گونه نتیجه‌ای نمیگرفتم. فکر میکنم یه مقدار استرس باعث شد که این MS من بیدار بشه بعد از 17 سال و واقعا چه
حملات بسیار بسیار وحشتناکی رو شروع کرد، چون بعد از امارای متوجه شدن که در نخای پشت گردن من اثباتهای جدیدی، خالای جدیدی اومده، و دکترم گفت فقط به خاطر استرس هستش که خیلی الان این ماهنامه این ماه هم که من متاسفانه یه دو هفته ای عقب افتادم بیشترش به خاطر همین مسئله حملات MS بوده که حالا دارم باهاش به اصطلاح برخورد میکنم و کارم رو انجام میدم، چون هنوزم واقعا با اینکه این همه به اصطلاح هیچگونه حمایتی از طرف، نمیتونم بگم هیچگونه، اشتباه نگم، اون حمایتی رو که باید از طرف کامیونیتی نگرفتم، به خاطر همین با این حال بازم دارم کارم رو ادامه میدم. چیزی که ناراحتم میکنه اینه که اگر یه کنسرتی باشه که الان بلیتش $200 باشه همه میخرن، سولداتم میشه، همه هم میرن، ولی یه کار فرهنگی و اجتماعی رو متاسفانه ما هنوز یاد نگرفتیم که بخوایم حمایتش بکنیم. و شاید یکی از دلایلی هم که ما الان 32 ساله که زیر ناراحتی یک سری اشخاص واقعا بی‌لیاقت هستیم شاید به خاطر همین مسائل باشه. نمیدونم چی بگم، ولی برای دلداری شما بگم، برای ابراز همدردی بگم یا همراهی، ولی فکر میکنم که اگه 100 سال گذشته ایران رو ورق بزنید میبینید که همه کسانی که آمدن کنار کارشون یا کارشون رو عرصه فرهنگی انتخاب کردن همچین سرنوشت درخشانی در انتظارشون نبوده، بنابراین چه در داخل ایران در خارج از ایران هم که خب دیگه اون دلایل وجود نداره، ارتباط با سرچشمه هرچه که میگذره کمتر و کمتر میشه و به هر حال بسیار باعث تأسفه. شما در این نشریه از همکاری عده بسیار زیادی از آدمای صاحب نام و با ارزش برخوردار بودید، ممکنه اسامیشون به یادتون هست که بفرمایید؟ سعی خودم رو میکنم. واقعا اولا میخوام از همشون تشکر بکنم. باور کنید آقای فروزنده خیلی نویسنده های بسیار بسیار خوبی هستن، آقای جعفری هستن، آقای مکوندی هستن، آقای الهی هستن، آقای سپند هستن، آقای دکتر رشید پور، آقای رجب نژاد، خانم پیرایه، آقای سبت و آقای خورسندی هستن. میخوام سعی کنم همه رو یادم بیاد، نمیدونم حالا اگر اجازه بدین، دیگه هم سن بالا رفته، همین مریضی یه مقداری حافظه رو کم کرده، ولی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تقریبا همه رو اسم بردم. به هر حال بسیار ممنونم خانم از اینکه کماکان دارید راهتون رو به طریق مجازی ادامه میدید. بسیار باعث تأسفه، ولی برای دلداری شما هم بگم که این سرنوشت فقط نشریات کاغذی نیست که شامل شما شده، نشریات فارسی زبان، در نشریات آمریکایی هم یکی بعد از دیگری با این تحولات تکنولوژیکی که اتفاق افتاده از دور خارج میشن. البته دلایل اونها مشابه دلایل ما نیست و دلایل وجودی ما دلایل وجودی نیست که اونها به خاطر اون به وجود اومد. باعث تأسفه که در شمال کالیفرنیا که افراد فرهنگمدار کم نیستن، من نمیدونم چرا مثلا شخصیتی مثل آقای دکتر صدرالدین الهی که پیشگام روزنامه نگاری هست و به هر حال شیخ و شیوخ همه هست، خب چه اشکالی داره اگر جناب صدرالدین الهی پیش قدم بشه، یک فاندریزینگی رو بذارن، یک اقدامی رو انجام بدن در شمال کالیفرنیا برای حمایت از نشریه‌ای که سالهاست فکر میکنم مقالات ایشون رو هم، البته با اجازه ایشون، که در کیهان لندن منتشر میشه، خب منتشر میکنن. بالاخره اگر غیر اهل فرهنگ نمیان جلو، خب اهل فرهنگ باید بیان جلو، خود آقای حسین جعفری، آقای مسعود سپند، خانم پیرایه و تمام اینایی که شما اسم میبرید، من نمیدونم چرا هیچ اقدامی نمیکنن برای اینکه بشقاب بفروشن، چه میدونم، یا از این کارهایی که میکنن
یک مهمانی بزرگ، یک فاندریزینگ بزرگ برای اینکه به یاری کسی بیان. چرا ما همدیگر اینقدر تنها میذاریم و وقتی طرف زمین خورد و از بین رفت همه باور کنید مسابقه میذارن برای اینکه در سوگواریش چند دقیقه پشت میکروفون برن، در سوگواری کار فرهنگیش یا در سوگواری فیزیکیش؟ چند تا بچه دارید خانم؟ آقای فروزنده من 4 تا پسر دارم. البته خب پسر که میگم دیگه بزرگ شدن. من پسر بزرگم 31 سالشه و بعد پسر بعدیم 29 و 27 و 21 سال هستش. ولی یه مسئله ای رو اگر اجازه بدین میخواستم بگم آقای فروزنده. نشریه چاپ کردن من فکر میکنم که نه اینکه هر کسی میتونه انجام بده، ولی خب به هر حال غیر ممکن نیستش. ولی اینی که یک نشریه خوبی چاپ بشه که بتونه مطالب خوبی رو در اختیار مردم بذاره، اون فرق میکنه. من الان میتونم که این نشریه رو بدون داشتن تایپیست، بدون داشتن طراح، بدون هیچ چیزی تون 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 بذارم و به 1000 تا هم ایشو ازش درست بکنم و بدم بیرون، برای اینکه مخارجم به اون صورت بالا نخواهد بود. ولی یکی از دلایلی که واقعا پژواک اسمی برای خودش درست کرد در عرض این سالها این هستش که من خودم بی نهایت نسبت به این ماهنامه حساس هستم. شما باور کنید که من تمام وقتی میشینم که این صفحات رو ببندم تمام این خطا اندازه‌گیری میشه. یعنی این نشریه رو هم شما میتونین در عرض 2 روز ببندین، هم در عرض 15 روز ببندین. من 15 روزه هستم، نه به خاطر اینکه آهسته کار میکنم، فقط به خاطر اینکه واقعا برام مهم هستش که همه چیز این نشریه کامل و خوب باشه. ولی متاسفانه همونطور که گفتم اون حمایتی رو که باید برای این همه زحماتی که من و یا کسانی که اینجا هستن کار کردن، قبلا کار کردن متاسفانه ما نگرفتیم. و الا نشریه زدن کاری نداره. من باور میکنین آقای فروزنده، داشتم کسانی که آمدن به من پول نقد بدن که من بتونم این نشریه رو راه بندازم، ولی من قبول نکردم به خاطر اینکه این نشریه رو من برای مردم میدونم. این نشریه یک نشریه مستقل هستش. من هیچ وقت اجازه ندادم که کسی از این نشریه برای منافع شخصی خودش استفاده کنه. سپاسگزارم خانم، بسیار متاسفم. یک جامعه فرهنگی مثل جامعه فرهنگی شمال کالیفرنیا حتی این نشریه رو نمیتونه کمک بکنه به بقاش و نگهداریش، با این همه آدمهای صاحب نام برجسته که در سطح جامعه فارسی زبان حتی فراتر از ایران شناخته شده هستند. بعضیا رو اسمشون آوردم. به هر حال از شرکت شما در این برنامه بسیار ممنونم خانم. مرسی آقای فروزنده، دستتون درد نکنه. روزتون بینندگان عزیز، روز یک شنبه رو فراموش نکنید. ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس گفتگوی من و استاد بهرام مشیری است درباره اینکه چه الگوی حکومتی برای آینده ایران مناسبه، مبانی هویت ملی و وحدت ملی ایران چی میتونه باشه تا روزگار بهتری رو برای مردم در سرزمین ما رقم بزنه. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد، به امید اینکه روزگار به کام شما بچرخه. سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد.